آقای میشه اجازم این بی تو پسر نمیشود یعنی چی؟ بی تو پسر نمیشود چی نمیشود؟ به سر نمیشود به سر نمیشود یعنی به تو نمیتونم به سر نمیتونم زندگی کنم با پسرش؟ نه به سر نیست بی تو به سر نمیشود این یعنی کلای ما رو میگه دیگه یعنی تو نباشی من به سرم نمیره من از آن سر نمیشه خیلی ساده است یعنی من بدون تو نمیتونم زندگی بکنم منو میگه من بایدی من رو بدونی که آره تو زندگی بکنم من بچگی آرزو بود که شما بگیم به من نمیتونی زندگی بکنم من شعر رو گفتم چیزم شما شعر بلدی بخونی شعر همگی گوش بدین حواستون رو جمع کنین آخر سر بایستی بگین من چی گفتم آفرین آفرین نون خورده و جون نداره دستم استخون نداره دا لیلای لیلای It's nice to be important, but it's important to be nice. این مثل خودمون بگیم. در گلستان چه بوی علفی می آید. آقای مجدی شب شعر شب شعر که میگه همینه شب شعر این نیست الان عصر شعره چون هنوز شب نشده عصر شعر چرا عصر رو نخوردیم بچه بگه بخوام من میخوریم اینی هما یه شعر دیگه یادم خیلی قشنگه بخونی ولی آواز نمازه نه نه بگو استاد بفرما استاد بفرما یه توف دارم قلقلیه سلخ و سفید و آبیه سلخ و میزنن زمین هوا میره نیدونی تا کجا میره من بگیم بخمن خوب بود آفرین آره میشه بیا مشاوره کنیم چه مشاجره راست میگه مشاجره نه مشاعره میدونی چیه؟ مثلا یه نفر یه بیتی میخونه آخر اون بیت هر حرفی باشه باید نفر بعد اون از اون حرف شروع بکنه بخونه این میشه مشاوره؟ بازی مشاعره پس مشاجره چیه؟ مشاجره اون چیزیه که شما با جگر داریم در خونه من مقایسه چی بود؟ یا ایشون با ایشون داره اینو که گفتیم مقایسه یا این با شما داره یعنی شما همش با هم مشاجره دارین توی این خونه یعنی داریم با هم بگو مگو حرف میزنیم هم محاسبه چی بود؟ محاسبه یعنی حساب کردن یعنی من یه حرفی اون که تو تلویزیونه میان با هم حرف میزنن میگن محاسبه کن نه اون مصاحبه است حالا بیا مشاهره رو بکنیم شما شروع بکن ها؟ شروع بکنیم من شروع کنم باشه میگه که چیز اگر در بند درمانند رو نه اونو نگم آره نه یه سو دیگه خب چی بگم اونو مفصلگاهی رو میگم از در آمدی و من از خود به در شدم حالا ایرادی نداره همین میم داره بچه یه دونه شعر بگیم با میم داره بگو شما بگو سلطان هم مادر بی تو پسر نمی شود نه بچه جان یه شعر شعر گفتم میم بعد میم داشته بسید می تو پسر نمی شود می تو پسر یکی دیگه هیچ کی بلد نیست که من میدارم برادر من ما بدین در نفعی حشمت جا آمدیم این دیمونم که داد دست این گره شما چیزی بلد نیست میم شروع بشه مثلا من جان دلم را که این من جان دلم را زبامی که برخواه بله گله
بنشیند بچه ها همینقدر میشینیم دور هم دیگه و شما کارهای جبلی با هم هم جبلی با این کلان و بچه بودم یادم اینا تازه اومده بودم تو بگیری آمان خب حالا برگردیم به داستان خودمون. ما هفته پیش اتفاق که افتاد اومدیم گفتیم که چون یکی از کارهایی که داریم میکنیم ما الان یک داستان اصلی دیگه از دفتر دوم مونده و انشاءالله دفتر دوم تموم میشه، ولی یه سری مباحثی رو بهش برخوردیم که بد نیست که دوباره برگردیم تو دفتر اول این ریشه اینا رو یه ذره نگاه کنیم. هفته پیش ما قرارش گذاشتیم که دوباره داستان توتی و بازرگان رو بخونیم و داستانش رو با عزتون اومدیم و شروع کردیم به چیز کردن. وقتی هم که این داستان ها بوده، من یه چیزی رو خدمتون بگم، دو سه تا یه معنیه، چون این معنی هی پیش میاد. ما با هم دیگه قرار گذاشتیم این معنی رو همه همون به عنوان کلاس قبول کنیم. حالا شما بقیه هم یعنی شما میرسن. اونم معنی خداست. یه شعر رو ما از مثنوی گرفتیم و اینو میخوام یعنی دوباره تکرارش کنم که ما مطمئن باشم که همه همون روی یه دفنیشن جلو میریم. اونم این بود که دوزخ و جنت همه اعضای اوست، اجزای اوست، هرچه اندیشی تو او بالای اوست، هرچه اندیشی پذیرای فناست، عجب آن که در اندیش ناید آن خداست. پس هر چیزی که بهش ما برسیم، بتونیم فکرمون بهش برسه، یعنی بین میره، ولی اون چیزی که از بین نمیره گفتیم اون میشه خدا. بر در این خانه گستاخی ز چیست، گر همی دانند کاندر خانه کیست، ابلهان تعظیم مسجد می کنند، در خرابی اهل دل جد می کنند، آن مجاز است این حقیقت ای خران، نسبت مسجد نیست مسجد جز درون سروران. ولی کلا صحبت خدا رو اومدیم چیز بکنیم. ما بیشتر به این بیته که میگیم آن که در اندیشه ناید آن خداست، طبق گفته یه چیز سلام. دفتر چندان هم ما دفتر اول میمرم دوباره برگشتیم تو داستان توتی و بازرگان. حالا هفته پیش we started the story دیگه، شروع کردیم اینکه یه بازرگانی که از پرت یه توتی داره، این توتیه رو داره میره هندوستان رو برمیداره، بهش میگه که از اونجا سوغاتی چی میخوای؟ Do you want something؟ اونم برمیداره میگه که وقتی رفتی هندوستان you saw other parrots، توتی های دیگر دیدی، بهشون از حال من بگو. و اینم این کار رو میکنه، میره و به he gets to هندوستان رو و از اونجا وقتی توتی میگه از حال من بگیدون، اون چی که توتی میگه همهش در نفی این بابایش که توتی داشته شد، این رابطه این تایی چی دیشون داره، یعنی ولی تو نفیش میکنه ولی باش تیغامشو بگیده کاملا
پوینتتون درسته. داستان امشب که بقیه داستان رو میخونیم این جریان یکم بیشتر باز میشه، چون توتیه از صحبت این نیست که توتیه یه حیوانی که شما تو پیج گذاشتیم، توتیه جزء ماست که ما کردیمش تو قفس و انسان به یه جایی ممکنه برسه که حاضر باشه درد توتی درونش رو بگه که بتونه توتی درونش آزاد بشه. متوجه این چی میگم؟ یعنی it's possible to get to that level. You describe what your internal feelings are going through. Your heart, what it's going through in order to be free. Oh. بعد there's a few points که من از هفته پیشم راجبش باهاتون I want to make sure we cover them. یه تیکه بود هفته پیش ما صحبتشو کردیم. I want to go over it again که این تیکه ها رو ما از یاد نبریم. یه تیکه میگه که نالم و ترسم که او باور کند و از کرم آن جور را کمتر کنند. داره البته این توتیه داره میگه، میگه when you get there، اونجا که میرسی give me my message، پیغام رو بهشون بده و بالاخره بهشون بگو یه یادی از من بکنید، give me a message، یه پیغامی به من بدید. بعد مولوی سویچ میکنه و این جریان رو میرسونه به صحبت بین آدم و خالق آدم. منم the creator. میگه که گر فراق بنده از بد بندگی است، چون تو با بد بد کنی پس فرق چیست؟ میگه اگه من if I am separated from you به خاطر اینکه I have been a bad person، if you do bad to me then what's the difference between you and I؟ فرق من و تو چیه اگه تو با من بدی کنی؟ پس میگه گر فراق بنده از بد بندگی است، چون تو با بد بد کنی پس فرق چیست؟ خب
ای بدی که تو کنی در خشم و جنگ با طرب تر از سما و بانگ چنگ. نه این اینو مولوی الان داره میگه مولا این اسرار این از حرف دلشه با معشوقش. میگه تو بدی برا من بکنی if you do anything bad to me بهتر از آوای چنگ و دف و این چیزاست، طربه بهتر از آوای موسیقیه. It's better than music to me if you were bad to me. That's how much من چقدر میخوامت. ای جفای تو ز دولت خوبتر و انتقام تو ز جان محبوبتر. اگه با من جفا بکنی if you do bad to me از سعادتمندی واسه من بهتره. خب و انتقام تو ز جان محبوبتر. اگه از من انتقام چیزی رو بگیری، اگه تلافی کنی، اگه ریتالییت کنی، ز جان محبوبتر. It's better than if I was alive. داره به خودش میگه ببین اون با تو یکی نیست و یه فرقی بین من و این هست. اگه من بد کنم اونم بد کنه که فرق ما یکی نیسته. خب بعد همه این حرفا رو میزنه، این پانچلاینش اینجاست، میگه عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد. میگه هم قهرشو میخوام هم لطفشو میخوام به جد، یعنی میخوام. بلعجب من عاشق این هر دو زد. عجیبه که من عاشق این دوتا تضادم. I'm in love with what he does, good or bad. And it's interesting that I'm in love in, with this two negations at the same time. عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد، بل عجب من عاشق این هر دو زد. Two negations. آره. لغت بهتری اگه کمکم رو بکنی. نه. دوتا نگتیبه. بیسیکلی. حتی اینجا تضاد دوالیتیه که حالا اینجا یه چیز دیگه هم نمیخوام واردش بشم. It could go into a duality that he loves. ولی حالا فعلا for the purpose of this we stay with it. خلاصه and then last week یه اتفاق دیگه هم که افتاد این بود که he started talking about the power of your tongue. زبون. Your physical tongue. خب. و اینجوری گفت این زبان چون سنگ و هم آهن وش است. میگه این زبان مثل سنگ میمونه و آهن. وان چه بجهد از زبان چون آتش است. Whatever comes out of این زبان مثل آتش میمونه. It's like a fire. سنگ و آهن را مزن بر هم گزاف. این سنگ این استون و آهن رو به هم دیگه همینجوری نزن. سنگ و آهن را مزن بر هم گزا گرز روی نقل و گاه از روی لام. Whether you're trying to explain something میخوای داستان بگی or whether you're trying to lie حتی نگو. زن که تاریک است. Because it's dark. Actually it's not just dark, it's darkness. ظلمات تاریکیه، نمیبینی هیچی. زان که تاریک است تا هر سو پنبه‌زار دور و برت هم it's all cotton fields all around you. دور و برت همش پنبه است. در میان پنبه چون باشد چرا. آتیشو بنداز وسط پنبه ببین چی میشه.
همه میسوزه. مرسی. ظالمان قومی که چشمان دوختند، زان سخنها عالمی را سوختند. میگه یه سری بودن که اینا they wouldn't look، حرف میزدن فقط، they would talk، و فقط از این حرفشون all of the from what they said عالمی رو سوزوندن. Not just one place، عالمی را سوختن، عالمی را یک سخن ویران کنن. درسته؟ عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. The foxes who are so naive and so weak, because of one word they could become lions, but they don't have that lioness in them. اینا قابلیت شیر بوده رو ندارن، ولی یه سخن اینجوری میتونه دنیا رو عوض کنه. It can change things. جانها در اصل خود ایسادمند، یک زمان زخمند و گاهی مرهمند. آها. And then another thing that he talked about in the story اینه که ماها نفسن تومون ایسادمی هست، موسا هست، محمد هست، همه تو ما هستن. ما فقط باید اینا رو we have to get them out. We have to chip them away. There is a thing that they asked it's a story about Michelangelo. When he finishes David, they go and ask him, how did you do it? And he replied, I did not create David. David was in there. I just chipped away some extra things. His words is exactly similar to what this guy just said. So he talks about the importance of our tongue, زبون. حالا بیشتر داره از اثرات منفی حرف زدن و نابجا حرف زدن میگن که جایی هم هست که اصلا تاکید کنه که خب یک جایی باید حرفی رو زد. ببین صحبت جاهایی بود حرف هست که میگه بگو سخن رو بگو. آخه ببین طبق گفته پیغمبر اسلام وقتی که بهش اولین وحی که بهش رسید خدا بهش میگه اقرا دیگه بخون و بعد قرار بود بره بازگو کنه، به اونجا میرسه. مسئله اینه که الان چیزی که داره توضیح میده همش صحبت سکوت و خاموشیه. دلیلش هم اینه که یه جوری میخواد سالکان رو، حالا به قول کسایی که دوست دارن به این مرتبه از عرفان برسن، داره تمام این هفت چیزو یکی یکی داره بهشون نشون میده چجوری میتونن برن. و صحبت سر اینه که سکوت باید بکنیم. اینه که میگی بذار پس یه تیکه دیگه‌ش هم بخونم. یادتونه راجع به بچه میگه صفحه، یعنی شماره چند الان من دارم تعظیم ساهران مر موسا را علیه السلام که چه فرمایی اول تو اندازی عصا یا ما. این کتبه بوک اولی. آره شماره پلوشم میشه تقریبا 1600. خیلی من پایش چون این سوال کردی این تیکرم من پس بگم چیزه. شما این هم دفعه پیش خوندیم. اینجا
میگه ساحران چون حق او بشناختن دست و پا در جرم آن در باختن لقمه و نکته از کامل را حلال تو نه کامل مخور می باش لال حرف از خب چون تو گوشی او زبان نی جنس تو گوش ها را حق بفرمود انستو اینم از آیه قرآنه که میگه وقتی که تلاوت قرآن رو میشنوید ساکت باشید و گوش کنید خب کودک اول چون بزاید شیر نوش مدتی خاموش بود و جمله گوش الان با ماها داره جوری که حرف میزنه همه ماها رو بچه میبینه So as kids, in order for us to talk, we need to listen. That's why he's sticking with this. مدتی میبایدش لب دوختن تا از سخن تا او سخن آموختن. حرف نمیزنه تا اینکه سخن آموختن رو بگه. Of course, وقتی که سخن آموختن رو میرسه بهش میدونه چی بگه. مسلمه. مرسی بهش رو از دهی چون حالا ما دیگه اونجایی که گذاشتیم هفته پیش به اینجا رسید که باز گفتن بازرگان با توتی آنچه دید از توتیان هندوستان So now he's back and he wants to give the message. Oh. فعلا که ایشون میگه فعلا خاموش باشی آره مرسی کرد بازرگان تجارت را تمام So he's done with his business باز آمد سوی منزل دوست منزل دوست کام اومد پروی شهر خودش و این برنامه هر غلامی را بیاور در مقان هر کنیزک را ببخشیدونشان برای هر کسی یه چیزی آورد. He brought everybody something. گفت توتی ارمغان بنده کو. So the parrot asked, what happened to my gift? آنچه دیدی و آنچه گفتی بازگو. به من بگو چه خبر شد اونجا. چی گفتی؟ گفت نی من خود پشیمانم از آن. دست خود خایان و انگشتان گزان. So, گفتش که من اصلا پشیمونم از این کاری که کردم میزنم رو دست خودم که چرا من این کار کردم I'm very upset about what I did من چرا پیغام خامی از گزاف بردم از بیدانشی و از نشاف نشاف یعنی جنون دیوانگی میگه Why did I take a message? When I didn't know the consequences. So I did it out of دیوانگی. عقلم درست کار نمی کرد. گفت ای خواجه پشیمانی ز چیست؟ آن که این خشم و غم را مقتضی است. اینم برمی‌دارم میگه که پشیمانی از کجاست؟ چرا؟ چی شده؟ چرا ناراحتی از این مسئله؟ گفتم آن شکایت های تو با گروهی توتیان همتای تو. He's like, okay, here's the story. من رفتم شکایت های تو رو I told some of the to some of the parrots over there. بس از توتیا گفت.
آن یکی توتی ز دردت بوی بود. یکی از این توتی ها درد تو رو فهمید. He got your pain. زهرش بدری رو لرزید و بمرد. زهرش آب شد. ترسید از غمت. And he fell down and he died. من پشیمان گشتم این گفتن چه بود. So now I feel so sorry for what I said. پشیمانم از اینکه حرفی که گفتم. آخه برای چی گفتم؟ لیک چون گفتم پشیمانی چه سود؟ ولی خب حالا چون گفتم دیگه کاری نمیتونم بکنم. It's been said already, since I've already said it, I can't undo it. خب نکته ای کانجست ناگه از زبان، همچو تیری دان که جستان از کمان. جست ببخش ما اسمانی همکیم جست چی بگم کاری ندارم اسمانی همکیم جستی اینو یا نجستی حالا این بسن تحصیل ماست رها روز یعنی پیدا. خب میگه ما میگه ما اسپانیا هر دو ما از این وری میگه جریان جست ای بابا نکته ای کان جست ناگه از زبان همچو تیری دان که جستان از کمان. It's like a arrow that he just went. وا نگردد از ره وا نگردد از رهان تیر ای پسر. این تیر بر نمیگرده. When it's gone, it's gone. ببخش. بند باید کرد سیلی را ز سر. اگه میخوای سیل نیاد از سر باید این سد رو ببندی. He's given an example. If you want the floods don't to, if you want something doesn't if you want the flood to not destroy your house, make sure you contain it at the very beginning before it starts. Oh. چون گذشت از سر جهانی را گرفت گر جهان ویران کند نبچه. So این flood اگه این از سر بگذره یعنی اون سد رو شما نبندین اون جلو it goes and destroys the whole world. حالا میگه که فعل را در غیب اثرها زادنی است وان موالیدش به حکم خلق نیست. So اول به من یکی بگه چی فکر میکنید این معنی این شعر یعنی چی؟ جالبه این یه تیکه. من عواقبش رو اینجا بهش میگه موالید. موالید جمع مولوده. مولودم یعنی زاده. مرسی. خب حالا صحبت سر اینه که اون چیزی که از ما صادر میشه whatever we talk about it creates somewhere else. Many times we've read this. In شعر رو اینجا خوندیم که ای از تو خاکی تن شده تن فکرت رو گفتن شده و از فکر رو گفتد بس صور در غیب آبستن شد. این عین این
چیزی که اینجا داره. معنی این یه خط که whatever we do it creates in the where we don't know. وقتی میگم we don't know it doesn't mean that we don't know, it's just that we can't see it, but we should know that we're creating. عالم نبود رو ما داریم آبادش میکنیم. وقتی عالم نبود بود میشه میبینیمش، اثرش رو میبینیم دیگه. خب این همین رو داریم. بله همیشه میمونه. مرسی. بله بله، اتفاقا نه تنها صدا، خب حالا جلوتر میایم میگه بابا پیشینیان دارین و پسینیان، حواستون باشه از اونا رسیده برای بقیه بدین. تو علم هم میگن آقا از قبل اومده، we have it. اینا وقتی که صحبت دی ان ای و این چیزا میکنن، درسته؟ they always say that our DNA contains everything from our past and we're going to pass it to future. Next. So in just in khata. بی شریکی جمله مخلوق خداست. آن موالید ارچه نسبتشان به ماست. حالا میگه هر چی داره اتفاق میفته، خلق شدن اینا مخلوق خداونده. یعنی اون نیرویی که این اون نیرویی که به ما این لازم رو میده که بتونیم خلق کنیم، اونه که داره خلقش میکنه. حواستون هست؟ خالق اونه، ولی ما کارو کردیم که خلق داره میکنه. میفهمید چی میگم؟ ما واسطه نیستیم. اتفاقا نه، این واسطه نیست. عمل از ما سر زده. چجوری بهتون بگم؟ مثل این میمونه که یه ماشین بستنی فروشیه، بستنی سازیه، خب میگه شیر این تو بریزی از این بر بستنی میده بیرون. شما حالا شیر رو بریز، این بر بستنی میگیری. حالا شکر زیادترش بکنی، وانیلا بهش بزنی، فلیورش فرق میکنه. این کار این چیزه. نمیخوام اسم فاعل و مفعول الان بیارم روش، چون یه عبارت دیگه الان 3-4 تا خط دیگه باشه یه عبارت دیگه استفاده میشه. لطفا اینو پس پرانتز بگیریم فعلا. صحبت سنی که این حق اینجا داره این یه کاری داره انجام میده. ما یه کاری انجام میدیم، ما یه کاری انجام میدیم، یا یه حرفی میزنیم. صحبت اینجا حرف زدنه الان. یه سخنی میگیم، این سخن میره و یه کارهایی میکنه. این کارها رو که میکنه باعث یه سری خلاقیت میشه، یه سری چیزایی خلق میشن. اون چیزا که خلق شدن بعد نتیجه هاشو ما میبینیم. حرفی که داره میزنه میگه حرف از ما بوده، ولی اون کسی که اینا رو خلق میکنه اینجا خداست. اوکی؟ حالا یه مثال داره میزنیم، میگه زید ترانی تیری سوی امر، امر را بگرفت تیرش همچون نمر. امر یعنی چی؟ نمر یعنی نمر یعنی پلنگ. زید هم یه شخصیت یه بابای بوده به نام مثل اینکه امرو، در حقیقت این امر اونه، این یه چیزی داشته به قول این. زید هم یه کسی بوده که با امرو حالا دشمنی داشته. صحبت سر این که آقا جون این یه تیر این پرت میکنه طرف اون، so he let him have one و این تیرم میخوره به این آقا، قبول؟ تو داستان حالا ببینید چجوری میخواد اینو بشکافه. مدت سالی همی زایید دهد. این تیر که میخوره به این آقای امرو یه سالی این درد میکشه.
دردها را آفریند حق نه من. متوجه شدین؟ خدا میگه ببین این زید تیر رو زد ولی درد و خدا درد و خدا میده. چرا درد و خدا میده؟ به خاطر اینکه این کارخونه اینطوری کار میکنه. این که چه عکس العملی در قبال هر عملی باشه این رو خدا تعیین کرده. نمیدونم بگم yes or no. میدونی چرا؟ چون جملتون خیلی سنگینه. تو اینجا حرفی که داره میزنه داره میگه هر عملی اکسال عملی داره. درسته سوفار و اینو باید موافقم. از این بخوام جلوتر بگم همه چیز اینطوره، چون هنوز خودشم صحبتشو نکرده، من به خاطر احترام به مولوی هم باشه نمیرم تا اون هم. ولی فعلا قبول کنید که این داره میگه سخن، این اتفاقی میتونه براش بیفته. حالا یه مثال، این تیرو زده میگه بابا دردش رو از طرف خدا رسیده. خب زید رامی آن دمر مرد از وجل، ببخشید زید رامی آن دمر مرد از وجل، دردها میزاید آنجا تا عجل. حالا یه داره اینجا یه ذره فلسفی حرف میزنه. It's becoming a little philosophical. So he's like این زید که تیرو زده، اگه خودش این تیرو وقتی ویل کرده بمیره، اوکی؟ So if he dies after he lets go of the arrow, خب دردها میزاید آنجا تا عجب. این دردش میره، درده هست، چه زید باشه چه نباشه. قبول؟ این درد در اثر اون تیر بوده، اون آفرین. آها، پس همون صحبت رو میخواد یه جوری بگه که somehow میخواد بگه که ما ریسپانسیبل واسه چی هستیم واسه چی نیستیم. اونم داره میگه. حالا صبر کن. So far با معنیش که اشکال نداره. اوکی، very good. حالا بعد صحبت میکنیم با. عجل میشه مرد. عجل مرد. بله. وجل یعنی ترس. میگه اگه این تیر رو ویل کنه ولی خودش از ترس بمیره. خب؟ این تیره انیویز بخوره به اون یارو هم بمیره. این وسط این نبوده که اون کارو کرده. خودش درد به نمیره. آره جانم. بگیر. ببخشید فضولی نباشید. نه شما این کانسپت اینی که الان توضیح دادید چند جلسه پیش این مورد پیش آمد. همون بیت مولانا میگه گر بپرانیم تیر آن نیز ماست، ما کمند و تیر اندازش خداست. حالا این یک توضیح دوم اگه اجازه بفرمایید. شما صحبت پریدستینیشن یا predetermination کردی؟ هنوز نه. این کانسپتش خیلی مشکله. اتفاقا نه اصلا صحبت رو میفهمم چیه. نه ما صحبت رو هم نکردیم. یه توضیحی راجبش بده حالا بعدا میخواییم. میفهمم کجا دارید میرید. هنوز اونجا اصلا نرفتیم ما. ما فقط داریم میگیم حرف و عمل و ما انجام دادیم یه سری اتفاقا میفت. predestination اصلا صحبتش نشده. من معذرت میخوام. شاید صحبت پری و پست رو که کردم این بود که ما از پیشینیانمون یه سری چیزا بهمون ارث میرسه و این ارثا رو میدیم به پسمون. هنوز صحبت اونو نکردم. صحبت جبر و اختیارم نشده هنوز. نه معذرت میخوام ولی ممنونم. نه خواهش میکنم. فقط دیدم که شما داشتید توضیح میدادید. آره. که I want to stop short of that. آره. خداوند میدانه. درسته؟ آره. که کسی چه کاری خواهد کرد. من یه حالا بعدم. آخه همون این مبحثش خیلی سنگینه. آره. چون با اون خیلی سنگین. آره با اون مسئله که چه کسی چه خواهد کرد، خب بعد ملت یعنی سوالا میاد همینجوری بابل آب میگه. حتی همین اصلا اونجا فعلا نری. آره. یه قبل بحثی هم راجع به این کردیم یه دفعه. آره. حالا ما اینو بخونیمش فعلا، اینم جالب میشه.
میگه زان موالید وجع چون مرد او زید رامی زین سبب قتال بود. وجع میشه درد دوباره. میگه ببین اگه این به خاطر این امروف که تیره رو خورده، اگه به خاطر این دردایی که بهش وارد اومده اگه مرد، میتونی بعدش بیای بگی که زید رامیز این سبب قتال بود، میتونی از اون بر بیاد بگی که پس قاتل امروب همین زید بوده. خب ولی حواستون باشه صحبت درد رو که اومد کرد، گفت ببین درد در یه جا دیگه اومده، این درد رو بهش نداده ولی باعث یه فعلی شده. جا باعث یه فعلی شده. بله اینجا صحبت تقصیر اصلا نیست، اینجا گناهکار و بیگناه صحبتشو نمی کنه، داره میگه اتفاقی که داره میفته من دارم اینجوری براتون مثال میزنم که یه موقع هست شما یه کاریو میکنید یه سری اثرهای دیگه داره که اون اثرها از جای دیگه میاد ولی کار شما مسببش میشه. خیلی کامپلیکیتده. به خاطر امشب یعنی واقعا با من باید همه هم چیز باشیم و آره چون خیلی جالب میشه آخرش این جریان. خب میگه آن وجه ها را بدون منصوب دار گرچه هستان جمله سن اکردگاه. وجه دوباره درده. میگه اینا را هم پس منصوب میتونی بکنی به آقای زید در صورتی که همه اینا کار کردگار بوده، خدا آورده این درد و واسه امرو. خب صبر کن. همچنین کشت و دم و دام و جماع آن موالید از حق را مستطاب. یه جور دیگه مثال داره میزنه، میگه ببینید کشاورزی که دارید میکنید، این چیزایی که دارید، دد و دام، یا حتی این که میتونید شما اعمال زناشویی که انجام میدید، آن موالید است، اینا همش زاییده شده از شماست و خداوند اینا رو براتون خلق کرده. خب حالا من یه چیزی اینجا بگم. بگید شما. اگر که این زید این تیر رو رها نکرده بود، خب اون دردی که به اون نمیشه، خدا نمیخواست که اون درد به بشه بر اون وارد بشه. اوکی. ببینید اگه یادتون باشه قبلش داره میگه که این زبون داشت شما زبون رو میکرد که این زبون میتونه یه آتیشی بزنه یهویی یه جا رو کلن بسوزونه. اینجا راجب مثال راحت شما خیلی راجب فکر کردم راست شما خواهین، امروز میدونستم روز سختی خواهد ولی ایت اوکی. راجب death penalty شنیدید؟ الان prisons in America they have an issue with death penalty بخاطر اینکه drug makerها بهشون دراگه رو نمیدن، حالا اینا مجبور شدن اکسپریمنت کنن. بعد اینا دارن میگن ما اگر داریم اکسپریمنت میکنیم سر این مسئله، این دردی که به این یارو میاد ما نمیخوایم چیز بشه آقا دردش بگیره. خب اینا میخوان بکشنه ولی درد نمیخوان داشته باشه. خیلی جالبه. خب سو تمام چیزش اینه که این بمیره ولی درد نکشه. اگه من بخوام یه جور دیگه اینو نشون بدم میگم که آقای زید که این تیر رو زده میخواسته امرو بمیره ولی دوست داشته درد بکشه یک سال و همونجا راحت شه بره. این بنده خدا یه سال درد میکشه، اون دردم این میگه خدا بهش داده، این نداده. آخر سر که این میمیره میتونی بگی فلانی کشتتش ولی درد و از یه جا دیگه واسش اومده. خیلی کامپلیکیتده. یه دقیقه صبر کنید چون یه ذره دیگه جلوتر برید جالب تر میشه. یعنی جان؟ چرا اصلا درد و آخری؟ خدا و من سردرده. به نظر من این دیگه این موضوع تو سیستم و نظام حسی میگن برای هر وضعیتی یه قانونی گذاشته شده از روز اول. از اول خلقت برای هر موضوعی که خلقت انسان باشه، حیوان باشه، گیاه باشه، روش و رفتار آدم ها با هم دیگه باشه، یه قانونی هست و این قانون اجرا میشه وقتی اون عمل
پس مرسی، شما هم تایید میکنید صحبت رو که بالاخره رو اصل این قوانینی که هست یه اینپوتی شما بهش میدید یه چیزی اش در میاد. بله، ولی اون نیست که همون لحظه خدا از اون باره بگه حالا این زد پس منم زن بشه. آره به اون شکل نیست. خب بزنیم جلوتر بدیم. میگه اولیا را هست قدرت از اله. الان حدود 16:69 هست. مرسی. اولیا را هست قدرت از اله، تیر جسته باز آرندش راه. آقا اینجا تا حالا صحبت سر این بود که تیر رو ول می‌کنی میره. میگه آها یه سری آدم دیگه هستن اسم اونا هم هست اولیا، جلوی تیر رو میگیرن. اپرنلی نه تنها جلوش رو میگیرن، اولیا را هست قدرت از اله، اولا که قدرتشون رو از خدا میگیرن، تیر جسته باز آرندش درا، تیری که رفته رو اینا میتونن برگردونن. یه سوال ازتون میکنم که یه کمی درگیرتون کنم، اگه اینا اولیا ان چرا تیر رو ول کردن که حالا بگیرنش؟ نه اولیا که تیر رو ول نکردن. چی گفتی؟ میگم آره تیر درگیر مسئله قبلی هست. نه ولی من فکر کنم چرا این حرف رو میزنید؟ اولیا که تیر رو ول نکرد که دیگه تیرو ول کرده این برمیگردونه. اونم میشه. قدرت اینا اینه. اوکی پس فعلا پس همه متفق القولیم سر این مسئله. اولیاء الله. اوکی. قبوله؟ فعلا قبوله تا. الله. میگه بسته درهای موالید از سبب چون پشیمان شد ولی زان دست ره. این یعنی چی؟ شما همون بیت قبل میگه اولیا را هست قدرت از اله. آها. تیر جسته باز آرندش را این چه معنی داره؟ یعنی اولیاء خدا، حالا آخه ما دو تا داریم، یکی ولی داریم یکی نبی داریم. اینا الان صحبت ولی و نبی داره میشه یواش یواش، چون اینو میشنویم بیشتر و بیشتر. ولی یه سری آدمان که از قرار معلوم خداوند با اینها نزدیکه، نبی ولی اومده و به عنوان جانشین خدا یا پیغمبر خدا یا اون کسی که میتونه وحی بیاره اومده رو زمین. یه سری اینا شباهت ها دارن ولی یه سری تفاوت ها دارن. صحبت نبی رو هنوز نکرده، صحبت ولی رو داره میکنه. میگه شما که تیر رو وقتی ول میکنید بر دیگه نمیگرده، اینا by the way اینا میتونن تیره رو برگردونن. قدرت اولیا رو داره میگه دیگه. حالا فعلا سب کنیم، حالا ما هرش تموم نشده کلی، حالا ما داستان داریم بخونیم. این فان میشه امشب. بسته درهای موالید از سبب چون پشیمان شد ولی زان دست رفت. اینو نگفتید یعنی چی؟ آقا هر امری احتیاج به یه سببی داره. میفرماید که اون اولیا گرفتار سبب نیستن. یعنی آتش اگر میسوزونه اولیا میتوانن که اون سوزش آتش رو دفع بکنن. قدرت اولیا اینه. اولیا را هست قدرت از چون از قدرتشون از خدا هستش. ببینید میگه بسته درهای موالید از سبب چون پشیمان شد ولی زان دست رفت. یعنی این وسط اینها قابلیت اینو دارن که سببی رو که در حال کار بوده اینا بتونن برگردونن. اوکی؟ ببینید زیاد میگم حالا وقت چیزش هم هست. یه دقیقه صبر کنید. خب یه جور دیگه هم که بخوام مسئله این که هرچه هست اینا قدرت اینو دارن که به وسیله قدرت خداوند اون چیزی رو که باعث چیز دیگه میتونسته بشه رو
اینا اندو بکنن. اوکی؟ Hold it. Next line, John. Do you think that the difference between Bali and Nabi? Yes. Pause it. اینجا می نویسم. این دوتا رو حالا می رسیم بهش. آره. آره. ولی ما یعنی اینو بگم جنرالی ما چیزش می کنیم. این دوتا رو قاطی می کنیم. ولی و نبی و. چون اولیا و انبیا همیشه می شنویم. فکر می کنیم اینا یکی هن. ولی اینا یکی نیستن. خب دو تا گروه متفاوته. گفت ناگفته کند از فتح با. اینا اولیا نزدیکان به خدا. ناگفته کند از فتح باب میتونه اندو بکنه یه چیزی و تا از آن نی سیخ سوزد نه کباب. اینا دلیل اینن که این کارو میکنن اینه که میخوان نه سیخ بسوزن نه کباب. این نه سیخ بسوزن نه کباب میخوام ببینم شما چجوری فکر میکنی راجبش. صبر کن. یه حرف قشنگ منظور این چیه؟ هیچکی صدمه نخوره. صدمه چی جوری میتونه بخوره؟ چون اون کسی هم که کار بدو انجام میده به نظر من معنی که از این شعرا همینه. اونی هم که تیر رو ول میکنه در عذابه به خاطر کاری که کرده، به خاطر اینکه باعث درد شده. اونی هم که تیر رو میخوره در عذابه. سو من فکر میکنم که خیلی که کار بد میکنن خیلی در این حالی که از دستشون دیگه در رفت کار انجام شده ولی احساس بدی را توش دارن. اوکی. مثلا اگه این اولیا جلوشو بگیره هیچ کدوم ناراحت نمیشه. بحث مسبب الاسباب هست. ببینید ما هم مسبب الاسباب از اسباب خدا هستش میگیم که یا مسبب الاسباب یا مفتر قلوب و ابساط. بله. یعنی اون سبب ساز سبب ساز شما میگه سبب ساز اسباب. به طور کلی خداوند تمام امور رو با اسباب معین فرموده. ولی اون قدرتی که خدا داره همون چیزی که مثلا آتش برای ابراهیم که همین که سوخته میشن در اون آتش و گلستان یعنی مسبب اون آتش سوزندگی آتش اله هست. چون می فرماید که بسته درهای موالید از سبب ها که به وجود آورنده مثلا آتش هستش این سبب ها رو اولا قدرت این دارن که اون سببی که موجب میشه مثلا سوخته بشه جلوی اون سبب رو بگیرن گرفتار سبب نیستن. اولیا، قدرت اولیا رو داریم. یه درست میگی. یه چیزی بهتون حرفتون کاملا وارد و مربوط. اولیا و نبی یه تفاوتی که با هم دیگه دارن اینه. نبی کاری که میکنه این معجزه میاره. اولیا یه چیزی بالاتر از معجزه به نظر من دارن. اولیا بالاتر از نبیه؟ نه من نمیگم کی بالاتره کی بالاتر نیست. دارم چیزشون رو میگم. ببینید اولیا حالا راستشو بخواید الان این امشب it's gonna be a very good night. به یه دو سه تا خط میرسیم که مولوی میگه این چیزها رو خداوند به اولیاش گفته که حتی به جبرئیل هم نگفته. اسم نمیتونم ببرم. راستشو بخواید اول نبی رو بخواید بگید که میشه مثلا حضرت عیسی حضرت محمد میشه. اولیا رو من اگه بخوام جسارت بکنم برمی‌دارم میگم مولوی خودش جزء اولیا بوده. ولی من نمیتونم این وسطش دلیل اینکه اولیا رو نمیتونم چیز کنم چون اینا یه کاری میتونن بکنن که بهش میگن کرامت. اولیا جلوی دوری داریم علی ولی الله که ما اجازه بدید. خب همون میدونم. ببینید اولیا یه چیز دیگه اجازه بدید. اولیا یه
تعریف دیگه هم که دارم اینا یونیورسال. دلیل همین هم هست، نمیتونم ببخشید اینو میگم، یعنی خب حضرت علی برای ما احترامش واجب و مسلما ما میدونیم که کرامتشون چقدره، ولی صحبت سر اینجا ما داریم یونیورسالی نگاه میکنیم جریان. یه نبی پیامش میتونه یونیورسال باشه، ولی نبی یه گروهی اومده بودن چیز کنن، چون موسی قوم بنی اسرائیل اومد چیز کرد، اون موقع تمدن‌های دیگه هم بودن ولی به قوم بنی اسرائیل نازل شد، عیسی به قوم روم نازل شد، محمد به جزیره شبه جزیره عربستان نازل شد. ببینید اینا لوکالایزدن و اینا یونیورسالن. حالا بذارید این شعر رو بخونیم. من اینا رو نوشتم به خاطر اینکه میخوام مطمئن باشم که بتونیم راجبش باز صحبت کنیم. دوست دارم که باز باشیم نسبت به مسئله که کانکلوژن الان نگیریم، چون کلی ما الان فعلا کار دارید. ببخشید کانکلوژن نگیرید، فقط بذارید باهاش یه ذره بازی کنیم ببینیم به کجا میرسه. قبول آقا؟ مرسی. از همه دلها که آن نکته شنید، آن سخن را کرد محو و ناپدید. پس این برنامه سوخ و نه سیخ بسوزه نه کباب میگه ببین، ولی کاری که میتونه بکنه اینه، نکته ها رو اگه بخواد یه نکته یا از دلها محو و ناپدید بکنه میتونه بکنه. خب حرف ایشونه، حرف مولوی، گرد برهان باید و حجت مها، باز خان من آیتون او ننسه ها. آیه 106 سوره بقره است، آیه رو براتون میخونم، خدمتتون الان میگم. آیه 106 سوره بقره میگه هیچ آیتی را منسوخ نگردانیم یا به فراموشی نسپاریم مگر آنکه بهتر از آن یا مانند آن را بیاوریم. آیا نمیدانی که خداوند بر همه چیز تواناست؟ یعنی چی؟ یعنی این چیزی که داره میگه، میگه ببین این صحبت فراموشی اووردن چیزی بوده که از خود دل قرآنم اومده، باید فراموشی هم می اومد که یه آیه یا جایگزین یه آیه دیگه بکنن. خب حالا آیت انسوکم و ذکرا بخوان، قدرت نسیان نهادنشان بدان. اینم نسیان یعنی چی؟ فراموشی. مرسی. میگه اینم آیه 110 سوره مؤمنه، میگه آنگاه شما ای کافران بندگان برگزیده مرا به صخره گرفتید، یعنی مسخره کردید، تا بدان سبب از یاد من غافل شوید، برام بندگان ریشخند میزدید. خب میگه ببین اینا دست کم هم نگیرشون اینا رو. کیا؟ این اولیا. خب گفتم اولیا داریم نه، شما نبودم، دارم یواشکی الان خدا آقای زاباشم اینجا کانسنتریت کردن شدید. ببخشید جان، اولیا رو چه معنی کردیم؟ هنو معنی نکردیم، ولی من گفتم اولیا با انبیا فرق داره. گفتم اولیا انبیا با معجزه میان، اولیا با کرامت. نه، کلمه انگلیسی دارید برای؟ نه، به من بگید کلمه انگلیسی اگه دارید. فکر میکنم سینتس. سینتس میگید، شما میگید اولیا. اوکی. اولیا سینت. سینت. نبی هم یعنی پروف میشه. جان؟ سینت میشه معصومین. انبیا پس میشه پروفتس. پروفتس. پروفتس ورسس سینتس. فقط یه توضیح بدم. انبیا و رسول فرق.
یا درسته. کتاب آورد. درسته. رسولان پیام آورد. پیغمبر اینجا... اسلام کتاب و پیام آورد. حضرت عیسی همینطور، ولی یعقوب و نمیدونم دیگر پیامبران اینا انبیا نبودن، اینا رسولان. خیلی از اینا فهم. رسولان فقط مسیج بودن. خب من میخوام وان موو آن ولی just don't lose the چیز. اوکی هم ولی داریم هم نبی. آها هم سنت روشن میشه. روشن میشه. خب کجا بودم؟ آها پس قدرت نسیان نهادنشان بخوان چون به تذکیر و به نسیان قادرند پس همه دلهای خلقان قاهرند بر همه دلهای خلقان قاهرند پس اینا هم میتونن تذکر بدن تذکیر از تذکر دادنه هم میتونن باعث فراموشی بشن اولیا میتونن اولیا خب چون اینا این دوتا کار رو میتونن بکنن پس بر دلها تسلط داره خب تذکر مشخصه که تذکر میدن بیان میکنه نسیان رو چطور میتونن در آدم ها ایجاد کنن؟ میتونن میگه دو تا بیت قبلیش گفتش که یه موقعی هستش که اینا یه کار یا مجبورن آندو بکنن که نسیخ بسوزن کباب صحبت نسیخ بسوزن کباب اینو بدونید که تو مثنوی این اومده خب چون به نسیان بست او راه نظر کار نتوان کرد ور باشد هنر اگه یه ولی بخواد به خاطر با فراموشی راه نظر کسی رو ببنده اون طرف دیگه ازش اگه حتی هنر هم داشته باشه خودش نیکی داشته باشه به جایی نمیرسه این به خاطر اینکه تسلط داره رو دلش دلیلش چیه؟ دلم این وسط مولوی میدونیم که دلو خیلی بهش اهمیت میده و دلو میگه چیزیه که اگه بتونه واقعا فرمان روای این جسم بشه ما رو به مرحله عالی هم میتونه برسونه خب حالا اینجا یه شعر در حقیقت عربیه میگه خلتم و سخریتن اهل سمون از نبی برخان تا انسو کن از نبی برخان تا انسو کن من اینجا پس نوشته برخان حالا ببخشید از نبی خانی تا انسو خب حالا این داره میگه که صحبت از نیشخند زدن معنیش اینجوریه ای هواپرستان شما پرداختی به ریشخند بزرگان و صاحبان کمال بعد همه رو بر میگردونه به اون آیه که بالاتر گفتیم آیه سوره بقره بود انسوکن خب میگه برید اون رو بخونید صاحب ده پادشاه جسم هاست صاحب دل شاه دلهای شماست حالا شروع میکنه اینا رو یواش یواش وزن کردن میگه ببین اون کسی که دهو داره جسم تو داره چیکار کردن؟ آبه بشه صاحب ده پادشاه جسم ها صاحب دل شاه دلهای شما اونی که ولی دلو داره شاه دلهاتون میشه یعنی دلها به فرمانش در میاد خب؟ فرع دید آمد عمل بی هیچ شک پس نباشد پس نباشد مردم لا مردمک حالا اینجا داره میگه که وقتی که شما میخواییم ببینین مردمک دیده کمک میکنه که شما یه چیزی رو ببینید درسته؟ پس حرکات بدن ما مطیع چشممون میشه به خاطر اینکه چشم میبینه و بعد ما میتونیم حرکت کنیم قبول؟ اوکی.
میگه که هر عملی که دارین انجام میدید فرع دید آمد عمل بی هیچ شک، یعنی یه چیزی رو دیدید که یه عملی دارید انجام میدید، قبول؟ فرع دید آمد عمل بی هیچ شک. پس نباشد مردم الا مردمک. پس چشم ما به مردمکمون چیز داره و عمل ما به این دیدمون داره چیز میکنه. میخوام یواش یواش بگم صحبت میگم که جلوتر گفتیم که مولوی میگه انسان کامل باید دید خوب داشته باشه، داره میره به اونجا. من تمام این نیارم گفت از آن، من میآید ز صاحب مرکز آن. به من بگید که چی داره میگه. خب بگید اینو. من تمامی ندارم گفت از آن که میگه من همه مطالب رو نمیتونم بگم. بله. چی میگویم به قدر فهم توست. مردم هم در حسرت فهم توست. صاحب مرکزان کیان؟ همون دیگه. من میآید ز صاحب مرکزان. همون اولیاء خدا دیگه. مرسی. اونا میگه نگو، بیشتر از این نگو. مولوی اولیاء خدا رو بهشون میگه صاحب مرکزان. میگه من الان 3-4 تا نکته رو بهتون اینجا گفتم، بیشتر از این نباید بگم چون من ام کردن اینا. بیشتر از این نمیتونم بگم. اتفاقا همینه، صحبت سر اینه. چرا اونایی که میبینم در از اونی که میشنویم، ما میشنویم ولی نمیتونیم بگیریم. نه اندازه که میتونیم دیگه. سخت. نه از معذرت میخوام، این فرمایش مولوی که میگه هرچی میگویم به قدر فهم توست، مردم اندر حسد فهم درست و چیزی داره میگه، همین از که ما نمیتونیم بفهمیم دیگه. ببینید اینا رازهاییه که اینا دارن. اینا رسیدن به مرحله فنا، اینا سالک بودن، از مرحله طلب شروع کردن و به فنا رسیدن. دارن میگن ببین این رازها رو ارزون نمیتونی بدی، خیلی معذرت میخوام با دفتر اولت هم نمیتونی اینا رو به همه بدی، از ما ذکر کردی باشه ولی دیگه نگو. حالا صبر کن. بعد صاحب مرکزان، پس اینا مثلا میمونه که مثلا چه میدونم علمنای مثلا یه جایی باشن یا فلان. اینا یه سری یه سری ها جدی. خب there are some people. مولانا بزرگی داره دیگه، میگه اون بزرگی من میگه نبودیم بیشتر از این. آره دیگه. آخه خب همینه، مثلا اینجا هم هست، شما ییل مثلا چه میدونم اینا که skulls and bones یه چیزی داشتن، اینا که CIA همشون گرفتن گفتن جورج بوش هم والا اونجاست. صحبت سر اینه که اینا هم یه گروهی هم برا خودشون، اسمشون هست صاحب مرکزان. چرا؟ به خاطر اینکه میگن تمام این عالم به خاطر ما میگرده، ما مرکز ثقلش. ببینید مقامش کجاست؟ یعنی راستشو بخواید همینجوری من یه مثال خیلی شلو زدم، یه مثال خیلی بیخودی زدم، ولی ببینید مقام اینا تا کجاست؟ چند نفرن دنیا رو میچرخونن؟ خب دیگه نه. فعلا حالا شما همین که انسانای کامل نیستن که. کیان اونا؟ آه نه اونا رو بذارین که اونا فکر میکنن دنیا رو میچرخونن. آه چیز نه دنیا دست نبودید شما. سه هفته پیش یه صحبت در دفتر دوم یه چیزی رو داشتیم میخوندیم که مولوی داشت میگفتش هر چیزی به خاطر یک حاجتی آفریده شده و این زمین رو به خاطر حاجتی آفریدن که تو این کهکشان یک جای دیگه حاجتی بوده که این زمین آفریده شده. ما مرکز ثقل این دنیا نیستیم طبق گفته این آقا، یه سری دیگه هم. یه جای دیگه است، ولی یه سری راه‌ها داره، این راه‌هاشو داره یکی یکی میگه، راه‌هاش هم راحت نیست، اینجوری هم نیست. یه کم میاره،
آره دیگه مجبوره کم بیاره. خب به کم میاره نمیتونه بیشتر از این بگه. حالا دلیلشو براتون میگه. صبر کن. آره. میگه چون فراموشی خلق و یادشان با وی است و او رسد فریادشان. میگه این وسط خداوند این چیزو درشون گذاشته و خودشم تو آدما میاره اینو که بتونه به فریادشون برسه، به همین فریادی که خدا ما چی هستیم کجا هستیم. خب صد هزاران نیک و بد را آن بهی می کند هر شب ز دلهاشان تهی. حالا یه مثال یه جای دیگه حالا داره میره. خب بهی یعنی آدم روشن، آدم زیبا. میگه اون صد هزاران خوب و بد و اینا تو خودشون دارن، می کند هر شب ز دلهاشان تهی. مولوی به خواب، من گفتم خیلی معتقده به خواب، وقتی که میخوابین معتقد که این روح ما از کالبد ما جدا میشه و شروع میکنه این بر اونور رفتن. یکی از چیزاش اینه، هر میکند هر شب ز دلهاشان تهی، روز دلها را از آن پر میکند، آن صدفها را پر از دور میکند. روز هم که آدم ها هستن دلهاشون رو پر دور میکنه. این حرف حرف مجازی نیست، حرف حقیقیه که روزها دلهای ما پر دور داره میشه. دلیل این که ما نمیتونیم این دورها رو پیدا کنیم اینه که نمیدونیم کجا باید بگردیم. دور یعنی عشق؟ دور یعنی گوهر، جواهر. منظورش چیه؟ یادتونه یه داستانی خوندیم راجبه یه دزدی که رفت یه جا دزدی، بعد رفتش خونه خودش داره دزدی میکنه. این داره اینو میگه، میگه هر روز خدا داره شما رو بهتون گوهر میده، هر روز خوبی داره بهتون میده، به خودتونم میده. توسط اولیا، توسط اولیا یا توسط خودش. شما این وسط اولیا یه سری کارها میکنن، خود خدا هم که اینجا بالاخره یه سری چیزها رو برای هممون گذاشته. اولیا که میکنن به امر خدا و به دستور خدا و به خواست خدا هستی. شور میگم، ولی ببینید by the way هنوز که هنوزه اینجا اولیا رو این نیومده بگه اینا واسطن یا واسطه نیستن. یک سری کارها رو اولیا انجام میده، یک سری کارها رو هم نبی انجام میده، یک سری کارها مرسی از آقای زاوش بودن رسولان برای اینا اومدن. هیچ وقت ما رابطمون با خدا قطع نشده، اینو میخوام یعنی مطمئن باشم فقط بگم از این لحاظ. ولی این دور و این گوهری که خدا هر روز میذاره تو این دل ما خبر نداریم ازش. چرا خبر نداریم؟ به خاطر اینکه هر روز داریم دنبال گوهر یه جا دیگه میگردیم. این میگه هر روز شما شب که میخوابی، صبح که بلند میشی پر اینه. این آدمایی که موتیویشنال سپیکرن، all the motivational speakers anywhere you go, the first thing they do، همیشه میگن وقتی که صبح خواب پا میشی جفت پاهات که میخوره رو زمین میگه Oh my God, thank God, have grace. بریم همشون رو بشنویم. دلیلشون چیه؟ میگن بابا این گوهره رو خدا بهت داده که صبح میتونه پاهات بخوره رو زمین. بگو thank God. ما که مسلمونی، ما که بهمون گفتن بگین الحمدلله، ما که این چیزها رو داریم هممون. شش پا میشیم میگیم الحمدلله. خدا رو شکر. حالا آن همه اندیشه، آن همه اندیشه پیشین ها می شناسند از هدایت جان ها. میگه ببین وقتی که شما از این سفر بر می گردی یه سری پیغام ها با خودت میاری. پیشین ها میشه جلو دیگه، درسته؟ میشه پیشان ها، معذرت ما، پیشان ها میشه جلو. این ببینید خواب تا حالا دیدید یه هایی مثلا یکی رو ببینید همون روزش دیدینش؟ این همین رو داره میگه، میگه یه سری اندیشه جلو هم خوابی هم دیدیم کسی رو که فردا خواهیم دید بدون اینکه بدونیم بخواهیم دیدیم.
پس این حرفش اینه، میگه ببین یه سری از این چیزها رو به خاطر هدایت جانها بهشون داده. خب پیشه و فرهنگ تو آید به تو، تا در اسباب بگشاید به تو. میگه همه اینا برای تو میان، این خوابی که میبینی و این پیغامی که اونجا میگیرید و این گوهری که همش بهتون میده، که این وسط این اسباب شماها رو بهتر کنه، این اسباب این که شما بتونید کار بهتری بکنید داره بهتون میده. خب یه چیز دیگه هم میگه، میگه ببین پیشه اون اسبابی هم که بهت میده مال خودته. چرا؟ خط بعدش میگه، میگه پیشه زرگر به آهنگر نشد، خوی این خوش خوبه ببخشید خوی این خوش خوب آن منکر نشد. میگه پیشه زرگر سر جاش موند، خلقش هم سر جاش موند، خلق خوب و بد جاش عوض نشد وقتی بر میگردن. این نظمشه. خب پیشه ها و خلق ها همچون جهیز، سوی خصم آیند روز رستخیز. همین جوری که اینا میرن و میان، روز رستخیز هم مثل کشتی گنده اینا همینجوری میان براتون. It's all yours. پیشه ها و خلق ها از بعد خواب، واپس آید هم به خصم خود شتاب. خصمش صاحب. یه وقتی خواب تموم میشه همش برمیگرده پر صاحبش. پیشه جان خصم میشه صاحب. بعد ببخشید من اینجا چک کنم. بعد سوی خصم آیند روز رستخیز. بعد من اینجا به من نوشتن صاحب یعنی صاحب. حالا پیشه ها و خلق ها از بعد خواب واپس آید هم به خصم خود شتاب، به سوی صاحبش بر میگرده. پیشه ها و اندیشه ها در وقت صبح هم بدانجا شد که بودان صبح و قبر. همون جایی میره که قبل از خوابم هم همونجا بوده. همه این پیشه ها و اینا چون کبوترهای پیک از شهرها، سوی شهر خیش آرد بهرها. و این وسط خبر و پیغام هم برای اون کسی که ازش جدا شدن میارن. خب ببینید این به نظر من این 5-6 بیتی که بالا خوندیم و گفتیم اینا صحبت این هست که اولا نشانه از یک قیامت اشاره میکنه که میگه روح ها که ارکان ارزاده که همه میمیرن، بعد روز قیامت که بلند میشن همه ارواح روح ها میرن پیش صاحبشون، همچنان که خوی زرگر برای زرگر، همچنان که خوی کفاش برای کفاش، اینو اشتباه نمیکنن. در روز قیامت هم همه ارواح میرن به جسم ها، که همچنان که میگه تو تاریکی ببینید این روز قیامت یک مثالشه، از الان شروع میشه. الان میگه ببین هر شب وقتی شما میخوابی همچین اتفاقی میفته، جدا میشن و اینها بعضی موقع برای شما پیغام جلو میارن و بعضی موقع ها برای شما پیغام های دیگه میارن و بر میگردن به خودتون، برمیگردن به صاحبش، همون موقعی که همونجا باید باشه با همون خلق و خویی هم که داشته. و این وسط این مسئله تکرار میشه. حرفی که داره میزنه، ما اینجا یه صحبتی گفتیم یکی بوده یکی نبوده، یکی بوده یکی نبوده. دنیای نبود هم همیشه ما گفتیم هست، ولی ما نمیبینیم و بهش واقف نیستیم به خاطر اینکه هنوز برای ما آشکار نشد. خب اینجا این صحبت اینو میکنه که این یه به قول معروف پل ترانزیتیه که به این دنیای نبود میخوره هر شب. چرا ما نمیتونیم همه چی یادمون بیاد؟ به خاطر اینکه یه فراموشی هم داریم. قبلش هم صحبت فراموشی رو داشت میکرد که یه فراموشیایی هم به ماها چیز میشه، به ماها تلقین میشه حتی،
چرا این فراموشی ها تلقیم میشه؟ چون شاید آمادگی گرفتن اون پیغام ها رو اون موقع نداشته باشی. این نسیانی که خدا میگه من در شماها گذاشتم به خاطر اینه، وگرنه شما روحتون قابلیت این که همه پیغام ها رو بگیره داره، ولی ممکنه شما قابلیت فهم رو نداشته باشین، به خاطر همین باعث فراموشی میشین. خب الان جنبه فراموشی این جریان رو به نظرتون یه ذره اومد؟ بهتر از اول شد. خب این میک سنس داره. خب ما 40 دقیقه وقت داریم و یه عالم کار، به خاطر اینکه واقعا حواسمون باید به این شعر بعدی هم جمع باشه. هستیم یا نه؟ هستیم. باید سریع بریم چون ما میخواییم بفهمیم بیشتر. خیلی کاره. آره. پس تا اینجا صحبت اولیا رو کرد، نبی رو کرد، صحبت فراموشی رو کرد، صحبت اینم کرد که هر چیزی که برای ما اتفاق میفته از یک انیشیشنش رو ما میکنیم، ولی این وقتی میره تو این سیستم، این سیستم کار خودش رو انجام میده و برای ما پیغام دیگه میاد. خب؟ Actually, that's exactly the example he's gonna use. Wow. که این سنگی که میفته تو آب، این ریپل افکتش میتونه چیز باشه. خب. پس آماده ایم. حالا بریم جلو تا هر جا میتونستیم میریم. بعد در آخر به کجا برسیم. میگه چون شنیدان مرکان توتی چه کرد، پس بلرزید افتاد و گشت سخت. وقتی این توتی هم شنید که این یارو مرغ چی کار کرد، خودش هم لرزید و افتاد. خواجه چون دیدش فتاده همچنین برجهید و زد کله را بر زمین. خواجه هم که اینجوری فهمیدین کلاهشو زد زمین، رای بابا این توتی مام که از بین رفت. چون بدین رنگ و بدین حالش بدید، خواجه برجست و گریبان را درید. شروع کرد دیگه ناراحتی کردن و گریبان دریدن و از این برنامه ها عزاداری کردن برای مردن توتی. گفت ای توتی خوش، ای توتی خوب، ای توتی خوب و خوب خوش هنین، این چه بودت؟ این چرا گشتی چنین؟ میگه چقدر تو آواز خوبی داشتی ای توتی من، آخه چرا این اتفاق واسه تو افتاد؟ ای دریغا مرغ خوش آواز من، ای دریغا همدم و همراز من، ای دریغا مرغ خوش الهان من، راه روح و روزه و ریحان من. باز خوش الهان، باز همین توتی خوش آواز میشه. راه و روح یعنی غذای روح از تو من میگرفتم، شراب روح از تو میگرفتم. روزه میشه گلزار، ریحان هم میشه سبزی و خرمی، همه چی من تو بودی. خب گر سلیمان را چنین مرغی بودی، که خود اون مشغول آن مرغان شدی. اگه سلیمان یه همچین مرغی داشت، اصلا دیگه دنبال پرنده های دیگه نمیگشت. ای دریغا مرغ کرزان یافتم، زود روی از روی او برتافت. میگه ای دریغا، ای بابا، یعنی افسوس که من اینو ارزون گرفتمش، قدرشو نداشتم. زود روی از روی او برتافت، به خاطر همین اینم زود از من جدا شد. ای زبان تو بس زیانی بر ورا. شروع میکنه دوباره زبانش رو چیز کرده، میگه تو ضرر زدی به من، اینجا کار تو ضرر زدن. چون توی گویا چه گویم مر تو را. میگه جالب اینجاست که کار تو گفتنه، من نمیتونم با تو حرف بزنم چون تو کارت گفتنه. ای زبان هم آتش و هم خرمنی، چند این آتش در این خرمن زنی. میگه تو هم این کوه که کاه و چیز روشه یا محصول جمع کردن، و خرمن معمولا چیز گندم رو بهش میگفتن، خرمن و این چیزی که میگه هم آتش هم خرمنی، یعنی هم میتونی خوبی کنی و تغذیه کنی یکی، و هم میتونی هم از بین ببری.
در نهان جان از تو افغان می کند، هرچه گوییش هرچه گوییش آن می کند. میگه ببین روح از دست تو زاری هستن، یعنی عصبانی بیچاره شده، ولی هرچی هم تو بگی همون کار رو میکنه. He has no choice. ای زبان هم گنج بی پایان تویی، ای زبان هم رنج بی درمان تویی. هم میتونی گنج بی پایان باشی واسه کسی، بهش نفع برسونی، هم رنج بی درمان میتونی یه کاری بکنی که درد بدی کسی بدی که درمون نداشته باشه. مرسی. هم سفیر و خدعه مرغان توی، هم انیس وحشت هجران توی. میگه خدعه یعنی حیله کردن. میگه تو میتونی یه کاری کنی، کلک بزنیم ما به یه مرغی که بتونیم مرغه رو در بند خودمون بگیریم، هم انیس وحشت هجران توی. هم این وسط تو اگه یه کسی به وحشت بیفته به خاطر تنهایی یا به خاطر جداییش، تو میتونی